هموطنان گرامی، خانواده عزیز، سلام و درود بر شما. در این روزا در پهلوی شرح حوادث سیاسی و اخبار تابالایی که از افغانستان به گوش ما میرسه، از اطراف افغانستان، بحث خراسان، دولت یا ایالات متحده خراسان که مطرح شده اخیرا در شبکه اجتماعی، در رسانه ها هم مطرح است. این مثلا از قبل هم ذهن مرا و ذهن بسیاری ها را، از جمله ذهن شما را به خود جلب کرده است که خراسان یعنی چی؟ امیر، این موضوع را به خاطر از اینکه وضاحت بیشتر داده باشه، من دعوت کردم از استاد نوراحمد خالدی، پژوهشگر مسائل سیاسی و تاریخ افغانستان، و عبدالعلی فائق، دانش آموخته به اصطلاح علوم مدرن در لندن، که خودشان بیشتر خود باز معرفی خواد کردن. همین مسئله را یک بحث میکنیم تا ببینیم که این خراسان از نظر تاریخی، از نظر سیاسی و از نظر دولت داری چه عقبه داره، چه پیشینه داره و اساسا چی یک مفهومی است از نظر در علوم سیاسی امروز. اول شروع میکنیم از فائق صاحب. فائق صاحب، ای دولت خراسان یعنی از نظر شما ای اولین بار است ما میشنیم دولت خراسان و شما مبتکرش هستین. ای خراسان قلمرو سیاسی است، یک مفهوم فرهنگی است یا یک سبغه هویتی داره؟ به نام خداوند و جان و خرد، سروران و فرزانگان، بانوان و کدبانوان، درودی از دان پاک بر شما باد. خیلی خرسند هستم که در جمع شما هستم. در مورد ایالات متحده خراسان، البته ایالات متحده خراسان در 22 می سال 2022 در بین بیش از 720 نفر در یک بازپرسی عمومی مبنی بر اون اصالت های مردم سالاری که است شکل گرفت و نامش هم که است ایالات متحده خراسان که است انتخاب شد توسط ببخشید. مردم. ببخشید فائق صاحب محترم، شما چیز دیگه میگین. آقای مامون گفتن ایالات متحده، شما یک کلمه دیگه استفاده میکنید. هر منظورشون فائق صاحب دولت ایالات متحده خراسان استعمال میکنه. ایالات میگن. خب ببخشید من با خاطر اشتباه کردم. دولت خب هم منظورتون ایالات متحده مثلا یونایتد استیتس هم تکیز بله؟ United States of خراسان. ما بعد از او این را انتخاب کردیم و در مورد درفش ایالات متحده خراسان و همچنان لوگو یا نشانش و واحد پولیش که آریایی هست، ما بین ساسانی و آریایی، ما آریایی را که هست انتخاب کردیم و وزارت هاش که از 20 وزارت در خراسان فائق صاحب در مورد تشکیل و چارچوبه که تشکیلات شما جور کردین بعدا گپ میزنیم. اول باید بین ما یکی باشه، صاف شود در این مجلس، که آیا خراسان از نظر سیاسی یک معمای تاریخی نیست؟ پیش از اینکه شما سوال کنید آقای مامون، من میشه سوال خودم برای سوال شما یک جای کنم که میشه یک جای جواب بدن. آیا ای منظور شما ایالات متحده خراسان داعش است که مربوط به ایران و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و پاکستان و هند شامل میشه یا کدام چیز دیگه است؟ البته ایالات متحده خراسان برمیگرده به سه تبار که ازبک ها هستند، ازاره ها هستند، تاجک ها هستند، جمع دیگر تبارها و اقوام خراسانی این تشکیل یافته و هیچ ارتباط نمیگیره خارج از مرز ازبک ها، تاجک ها و دیگر هزاره ها و دیگر تبارهای مثلا کرد، عرب، نورستانی، پشهی، ایماق، اوغان، بلوچ،
عرب و دیگر اقوام، حتی یهودای خراسانی، مسیحای خراسانی، هندوهای خراسانی و همچنان سکهای خراسانی. و تشکیل ایالات متحده خراسان با امین تبارها که از تشکیل داده شده و نه اینکه هیچ رفتی با داعش نداره، برعکس این دولت در مقابل طالبان، در مقابل داعش، در مقابل القاعده و در مقابل افرادگرایی که از ساخته شده و محکم محکم که از پاسخ این ولنگارها را و این تبارگراها را هست میدهد. یک چیز است که شما گفتن که از دیگه اقوام نام برسید، گفتن که افغانها، ولی شما نام خدا تحصیل یافته معلوم میشین و نام خدا از لباس معلوم میشه که آدم بسیار مدرن و شهری هستین، اما شما کلمه بسیار عامیانه استفاده میکنین، در حال که اگر مطبوعات ایرانی رو بخواین از صدها سال به این طرف افغان میگن، اگر انگلیس ها رو بخوانین از صدها به این طرف افغان میگن، حتی از تاریخ فرشتر که من اینجا دارم کتابش پشت سر ماندگیست که در زمان اکبر پاشا نوشته شده، افغان میگن. شما چطور کلمه عامیانه افغان استفاده میکنین آقای پایه؟ شما در کجا کلان شده این؟ البته البته واژه اوغان صادقانه خیلی منفعت گرانه هست برای اوغانا. از نه خود نظر از خود بگوین پوش اوغانا نگردین با چی بر شما تاریخ. شما یک لحظه مرا بگذارید که من توضیح بدم. البته شما در مستندات تاریخی واژه اوغان در هرات نامه و دبابر نامه و تاریخ هرات و افغان همچنین نشته در شده، افغان تاریخ افغان که معرب بخوانیم افغان است، سیف هیروی افغان که بخوانیم سیف هیروی افغان نه سیف ما هیروی برای میشه شما که توضیح افغانستان افغان. افغان یک شما لحظه چی میگی؟ افغان ببخشید افغان ببخشید، در معرب کابل افغان عامیانه مردم مثلا میگن افغان افغان لحظه دی یک لحظه افغانان. من اون واژه‌ای که در تاریخ استفاده شده، شما ببینید نه در تاریخ در استفاده تاجیک نشده، تاریخ، اوغان در افغان تاجیک تاریخ، استفاده شده. ما برایتان شواهد میارم. در تاج تاریخ امیر عبدالرحمن خان میگه من به زبان اوغانی گفتم گرد میر عطالق خط بکشین و میگوید آقای فای اوغان ها. اجازه بدید یک خواهش لحظه میکنم خواهش یک میکنم، لحظه اگر یک خود لحظه توهین‌آمیز راجع به پشتون ها را او را اوغان بگویی بس ما از نال پشتون منتفی. یک واژه جدید هست، پشتون یک واژه جدید نه هست نه در نه نه زبان اجازه بدید اجازه بدید قربان شم قربان شم. اون شما چیزی به نام کلمه قرائت سکنین همون اوغانیه کلمه داشتیم، قبول قبول قرائت کنم که همون اوغانیه افغان داشتیم، استفاده پشتون کنید. یک قدیمی آقای هست. آقای خواهش خواهی میکنم خواهش خواهش میکنم میکنم خالدی آقای صاحب، فاروق یک لحظه اجازه بدیم خیلی، شما یک لحظه اجازه قبول بدیم ما در استفاده بحث کنید اصلی اما بریم. محترمانه استفاده کنید. ببینید اجازه بدیم که در بحث اصلی بریم، اگر اجازه هر دوی شما باشه. ما اول یک چیز صاف بکنیم که خراسان از نظر سیاسی یعنی سابقیش چی است؟ یعنی خراسان دولت بوده، ملت بوده، یک حوزه فرهنگی است، ای چی است؟ فایق صاحب امیره چی کو کوتاه بگوین که بعدا ما سوال ارجاع بتیم به خالدی صاحب. درسته، البته ما خراسان بزرگ داریم، خراسان باستانی داریم و خراسان تاریخی داریم و خراسان سیاسی داریم که کنون ما او را ساختیم. بعد سر نقطه میاییم و نظر به شواهد تاریخی، یعنی مرزهای خراسان دقیقا یعنی محدد نیست، به دلیل استحکاکات اکولوژی بوده یا به دلیل مسائل جیوپولیتیک بوده و هیچ مرز مشخص نیست. بعضی احیان گسترش یافته و بعضی احیان که از کاهش یافته. پس اینجا دانشمندها، تاریخ نویسها و همچنان جغرافیدانهایی که خیلی مطرح در دنیای امروزی هستن و در این باره عمر خود که از تحقیق پژوهش کردین، من چون وقت ندارم عکسه از این محققین که از اینجا من نامایشان میگیرم. مثلا کریستین سن بر پایه کاوش های ارنست امل که هست میگوید مرز خراسان دروازه های کاسپین نزدیک ری کوهای البرز است، بحر خزر است، ترکمنستان است و به هندوکش میره و همین گونه پس به کاسپین پیوست میخوره و همچنان اینجا یاقوت الحمودی و این که از یکی از جغرافیدان های بزرگ عرب زبان ولی اصالتا یونانی هست در کتاب داره مراصد الاطلاع او میگوید خراسان سرزمین بزرگی است که از یک طرف آن یعنی بیحق
نخل، نیشابور و به عراق میرسد و از طرف دیگرش تخارستان است، غزنه است، سیستان است و به هند که است منتهی می شود. و همچنان اینجا التون ال دانیل، یکی از نویسنده ها در تاریخ البته سیاسی و اجتماعی خراسان می نویسد، در واقع خراسان گاه شامل سرزمین های جنوب دریای آر و خوارزم بوده و نواحی آن سوی جیهون و ماورا نهر بوده، یعنی از فلات ایران. فلات ایران این گونه تعریف میکنم ایران است و خراسان کنونی که شما افغانستان برایش میگین پاکستان است، ارمنستان است، آذربایجان است، ترکیه است، تاجیکستان است، عراق است. این جغرافیای فرهنگی است یا سیاسی؟ حالا این جغرافیا که است از نظر به این سه دانشمنده که بیشتر که از جغرافیای فرهنگی سیاسی هست. فرهنگی سیاسی بسیار خوب. عراق هست و این طرف به چین و بنگال و پاکستان و هند و قفقاز ماورا نهر و ترکمنستان و آقای فایق. ببینیم که خالدی سر چی میگن. آقای فایق تشکر این معلوماتم. ما خراسان از روی نوشته ها و عملکرد های دولت هایی که در اینجا موجود بوده، سلسله هایی که آمدن رفتن، معرفی میکنه. و طور مثال وقتی که عرب میاین، پیش از آمدن عرب، خب ما اینجا به نام خراسان نمیگفتیم، در زمان ما نقشه اینجا پیشم است که یونانی ها کشیدن، که در یونانی ها رسم کردن. چون اگر ما برم باییز شیر کنم سکرین ها دیگه وقت زیاد در برمیگیرم، من دارم نقشه ها که او پارتی ها را معرفی میکنه، آریان ها را معرفی میکنه، سوغدیان ها را معرفی میکنه و چیزا هم گردوزی ها را معرفی میکنه، هندوستان را معرفی میکنه. اسمی از خراسان دیگه وجود نداره. این زمانی است که الکساندر یونانی آمده بود در این منطقه و این مورخین یونانی و کارتوگرافرهای یونانی در زمان نقشه کشاشن این مساحه را، منطقه را معرفی کردن. آریا واضح نشته، سقدیانا و چیز باکتریانا همش واضح نشته و این نیست. ما خراسان میفهمیم که یکی از ولایت های هخامنشی ها بوده، ببخشید بعد از هخامنشی ها چیزه، یکی از ولایات که عرب را ساقط کردن باشین، ساسانی ها بوده، یکی از ایالات ساسانی ها و به اساس ازمو که یکی از ایالات، یکی استراپه های ساسانی ها بوده و استراپه در کجا بوده؟ استراپه در شرق کسپیان بوده تا جنوب این خراسان فیلیق در ایران است وجود داشته و همی بادغیس و هرات شامل شد در افغانستان امروزی و مروه در ترکمنستان امروزی شامل شد. این منطقه اینی خراسان عهد ساسانی بوده. وقتی عرب می آین پایتخت یا مرکز نظامی خوده و اداری خوده در مروه قرار می ده. مروه در وقت مرکز خراسان اسلامی معرفی می شد. از مروه اداره می کنن دیگه مناطق تحت اشغال ترکمنستان امروزی. بله بله بله. این شمال هرات شما ترخوندی که بالا برین 200 کیلومتر مرو است، مرکز یعنی شهر مرو است. خب وقتی شما ببینین که این خراسان چه قسم معرفی میکنه، وقتی که در زمان مأمون الرشید این پسرای زیره که بعیس گورنر معرفی میکنه به هر جای، یک پسرش به چیز مصر معرفی میکنه، یکی را برای شام و یا مصر میتا، یکی را میتا میگه اینی فرانی در خراسان، یک پسر دیگه خواهی میتا که اینی در کابل لستان و این مناطق. همون یکی... فرانی اگر بحثای ما علمی تر و دانشگاهی تر باشم، همین دانشگاهی سا خواهم من برتون میخواهی نامشم خب، البته بیتر از که اگر کوتا گرفته شما
اجازه از بتون. طبعی بده کدام کتاب، اینه کتاب من های مثلا درباری میدم در نباشه و کتابش کتاب های موجوده، دولتی هم نباشه. ببینید ما باید همش بشن موجوده آقا. این کتاب استاد، شما برید استاد شما یک ذره گوگل کوتاه کنید، بگیرین، مختصر بگیرین. مختصر بگم که زمان در زمان رفتم شما برین گوگل کنین که که ما وقت گوگل، مامون گوگل پسرای منبع امیر درست برای آقا تحقیق همش نیست، منبع وجود داره. گوگل نه منبع شما من درست منبع برای چیز تحقیق نکنین، نیست. من با نه کتاب نه منبع شما شما میگم. مبنی بر کدام کتاب میگیم؟ شما افسانه گویی دارین نه یا خیر من براتون کتاب شما میگم امیر ازه خوش نه عبید. کدام کتاب است؟ ببینید شما ببینید دوست گرامی، تمام من برای شما گوش اصلی میگیرید. دانشمنده گفتم و کتابایش هم گفتم، شما برای من قصه میگوین. چون در ادوار تاریخ، در ادوار تاریخ که است همه ما مبنی بر افسانه و به تاریخ که است، به افسانه گویی که است، هویت ما افسانه ساخته گریس شده، آقا تاریخ گوش ما بگی، ساخته شده. گوش بگی قربان چون نه اون کتابا را وقت باید از آماده میکنید، چون ما وقت صادقانه آقا من نداریم برات برای. میگم دیگه، من برات میگم که در نه زمان نه از شما احساساتی خود نشوین آقای آقا محمود، من گشنیدم از شما را شما شما باید از بشنوید. وقت خود آماده پسرای میکردین. مامون رشید گورنر میشن شما در جا، در بیت خود وقت گورنر آماده باکتریانا میکردین، علایده بار تو در با صبح عصبانیت از کتاب نمیشنوی از آقا، قرار لاغت میکنید. نمیشنوی. خب فائق نه سر، نه شما فائق عصبانی سر، نشد باشن که، از باشن کتاب. که استاد خالدی چی میگن؟ نمی نه مونک من کتاب اگر بزنم به سرای مامون رشید بایست گورنر مقرر میشن از در کجا میگی؟ خراسان. بیا ما آقا ما بعد میره با اجازه بدی که ما بگویم باز خب تو منبعش خود پیدا کو. بعد بعد از این در خراسان علیده است، در کابلستان علیده است، در تخارستان علیده است، در شام علیده است، در عراق علیده است، در مصر علیده است. یکی اینا دوم رباط خراسان دگا هستن، دگا اینا دگا آقا دگا شو بر برتون بگم، دگا شما برتون بگم، درباره رباط دگا خراسان برتون بگم، بحث دارید دگا بهتر برتون بگم. سایه. الفلسطون، کتاب الفلسطون شما خواندید؟ بله یا امی در کابل چی کینگدم، کابل را خواندی؟ در کابل کینگدم بله بله یا بسیار خوب. افغانا در و اون افغانا و وارونا ترجمه هم بشنو کردن، ترجمه نکرد، من انگلیسیش برتون میگم. خب افغانا و را گفتن تاریخ افغان ها. بله بله اونا اوغان را نگو خواندم. برادر که من محفل اعلام به تو مجلسه خب خب تو فائق سر، محترمانه گپ بزن. فائق سر، امی سلام مسئله افغانا ببینید افغان واژه تاریخی است، من آقا صادقانه برای افغان خدا تمام شکر این هند نگانه ایرانی ها بسیار چیه. افغان میگن، عرب افغان میگن، انگلیس افغان میگه، در کل دنیا از تاریخ فرشته، تاریخ فرشته در زمان چی نشته شده، در زمان اکبر پاشا نشته شده افغان نشته میکنه. خودت از کدام کنارا کلان شدی که افغان میگی؟ خب این یک مقدار بحث اوغانی هست حدود و خیلی احساساتی هستی، مراد شو یک واقعا ذره. خب بسیار ازی خاطر بگم متاسفم. افغان نگو، افغان بگو خب برای بلکه خالد در سر، افغان یک لحظه کلمه یک است لحظه، که کل دنیا میگه. ما سوال از سر میاریم، سوال از سر میاریم. بحث احساساتی جای نداره، بحث احساساتی اینجا جای فایت سر، نداره. تو فایت یک سر، لحظه تو عامیانه یک میگی. لحظه یک لحظه، اگر این آدم بحث میکنه، بحثش ارقامی باشه، بحثش مستند باشه، ما برات بحثش مستند دانشگاهی میگم، باشه، ما برات بحثش که تحقیقاتی باشه، این گونه نمیشه میگه از کدام کناراب آمدین. آقا این زیر تو اوغان جامعه میگی، نه اوغان اصالتا تو یک کوچه لحظه بازاری یک گپ لحظه میزنی، یک لحظه، نه مطلقا این تو گونه کوچه نیست. بازاری من گپ در این میزنی باره برای من. یک کله گپ و یک شکم سخن دارم برای شما. ما بگوییم که ما دو جای داریم، ده اوغانان داریم در کابل و میفهمم دیگر میره میگم دارن عامیانه نداریم. ما کلمه ده او افغانیانه نه ده از کتاب اوغانان سیف ایرادی چون میره گونه نمیخوام معرف شده، ده اوغانان هم در کابل داریم و هم در بدخشان داریم. میفهمم. ببینید خب مسئله منظور عامیانه عامیانه است آقا، مسئله تاریخی است، مسئله مسئله تاریخی تاریخی. نیست، برای مسئله تا عامیانه است. بس رنج دیدم در این سال سی، عجم زنده کردم بر این پارسی. چرا شما فارسی میگین؟ خیلی معرف خوب شده نشده، فارسی معرف شده نشده. آقا، میخوای این بحث به یک جای برسه یا نمیرس؟ نه ما خب بحث میکنم، شما احساساتی نه بحث من میکنین. اگر شما اجازه باید تون دارم میگم از کدام در کناره تاریخ آمده. فرشته. محمود گرامی این آدم فایق سر، بفهمم که فایق سر، به حرمتی نکنه در بحث. فایق سر، فایق سر، ما امیدوار هستم که از کلمات مستعجن کار گرفته نشه. این بحث بین خونسر پیش ببریم. من سوال مطرح میکنم، به نوبت صحبت شوه، یک مقدار مردم میبینم، آره بیننده میبینن. بله این مسئله مسائل ارزشی است، به هر حال امروز بحث میشه، سبب بحث میشه، آیسته آیسته. بازم من سوال یک ذره مشخصتر میارم که فائق صاحب، آیا شما اخو اجازه اسم بدید ما دولت، خلاص کنیم خراسان کجاست؟
من سوالتان جواب خب نتونستم خب بدم. شما بفرمایید. خیلی خراسان شما سعی کنین وقتی که از چیز در بابرنامه بخونید، در بابرنامه من دارم میگم، در بابرنامه نوشته میشه که از قندهار که طرف خراسان میرین این سرزمین هموار است، کوتل نداره. در کتاب این کتاب آقا دیدین شما؟ این کتاب جورج فوستر است در سال 1872، این 1782 به افغانستان آمده بود در زمان تیمور شاه. این میگه وقتی که میاره به سبزوار، افغانستان در زمان تیمورشاه وجود نداشت. خب من افغانستان که در نداشت زمان یک لحظه در زمان امیر عبدالرحمن خان که از قرن 19 آقا، این نیست که بیسوادی شما آقا، این کتاب در فکر کنین در زمان تیمورشاه نوشته شده و نام کتاب چیست؟ ما برتون میخوانم نامش، میخوانم برتون بشنوین دیگه. نامش هست A Journey from Bengal to England بله through northern part of India, Kashmir, Afghanistan and Persia. به چه وقت چاپ شده؟ این کتاب چاپ شده در لندن در سال، به فارسی هم ترجمه شده. بله 1798 چاپ شده، اما این آدم در سال 1782 آمده بود کابل. درست است. در زمان الفلسطین پادشاهی تیمورشاه آمده بود بچه احمد شاه بابا. یک لحظه، این در تمام این کتاب هم یک خطش لحظه، نام یک افغانستان لحظه، است. یک لحظه. مأمون گرامی، وقتی که امیر عبدالرحمن خان در قرن 19 میگه که من شاه خراسان او هستم، مربوط به خود است، او من مربوط شاه خود است آقا، آقا او اجازه بشنو. ببین وقت شما قرن بیان 19 من تاریخ یک دوم افغانستان را دیگه برتم دوم بگم. دیگه. یک لحظه، یک لحظه جناب گرامی، یک لحظه. وقتی که الفنستون اون کابل کینگدوم که هست در قرن 19 میگه که اینجا خراسان نام داشت، من ایرا که من از میگم اوغان امیر شما نخوندیم افغانستان کتاب الفرستون، ما ما کتاب نخوندیم فکر شما، مدار، من ما برتون کتاب میگم که هست. کتاب بله الفرستون، شما بله نخوندین کتاب الفرستون آقای، اون آقای چی کتاب، اون کتاب که آقای پروفسور محترم نلندو ترجمه شکده به زبان الفرستون فارسی. رو تنشته نمی کنه. من ببین نه، اون این کلمات چه برتون نشته می کنه. بله مراوداتی که از افغانستان اینه بلند بشنو، خیلی بشنو آقا، بشنو و از اون الفرستون کلمه به کلمه برتون می خونم چی نشته کنه. این بشنو کتاب پروفسور لزات که از ترجمه صفحه کرده. 125 کتاب چیز کابل Account of Ingo نشته می کنه The Afghans have no general name for their country. بله اوغان وجود بشنو تبار اوغان بشنو میگه، آقا بشنو وجود تبار بشنو. اوغان خب میگه. اگه بشنو بله میام به جمله بله رو تا آخر بخونم، بله من این را قرد کرد، من اجازه این را بده که خواندم، بشنو بخونم. من نیاز میگه نداره برای خواندن، من این را اجازه میفهم، بده این را من قرد بخونم کرده. برتون. بشنو بله The Afghans have no general name for their country but that of Afghanistan. نه این او است میگه که جمله، اینجا خراسان، نه ببین در این است افغان از نو جنرال نیم، بله نام نداشت، ولی میگه من این را که از اینجا خراسان نام هرگز داشت، خودت من این را که از نخوندی کتاب الفتن آقا، نه. ببین هرگز میبرایتم شما کم خط زدی، کشیدم. یک لحظه من این کتاب خواندم، من خب باشه فارسیش را اجازه بده، من میگم هرگز یک لحظه، نگفته او چیده یک باز لحظه، یک در لحظه. جای میگم الفنستون بحثش این هست، یک لحظه. الفنستون وقتی که میایه، وقتی که گزارش از افغانستان بلندن میفرسته، میگه اینجا خراسان نام داره، نه ولی بشنو خودت قوم افغان وجود داشته، مثل مثلا قوم ازبک، ازاره، ایما، بلوچ، میگه اینجا خراسان نام داره، به خود ولی تو در از کی جایی که میگه شنیدی؟ اونجا من برات افغانا میخونم بودن، کتاب رو بشنو. افغانان بخوان، افغانان میگه میره که از افغانستان بعد از اون در نمیگه هرگز گزارش. نگفته، هرگز نگفته. بشنو دیگه الفلسطین، الفلسطین این آقا نامه که هست بشنو، برای افغانستان داده، آقا بشنو افغانستان داده. بشنو. اینه من بوره میخونم برتون، اینه بوره میخونم چیزی که گفته. این کتاب باید بازخوانی شود، تقریبا اینه 700 بشنو صفحه. دیگه آقا، بله بگم من برات میگم بگم اون جایی را که شما که از انتخاب کرده اون او با این کتاب باید اون باز جمله را که در بله یگانه جایی که بفرمایید. راجع به افغانستان نامگذاریش که نه صحبت کرده 700 همون را صفحه برتون سیمتر میخوانم. خونده شده، نشته شما اون میکنه جایی که که خود خودتان نشته میام را میکنه کرد نکردین. بشنو آقا They have no general name for their own country but sometimes apply Persian چی one بوده of قبل از او؟ Afghanistan. قبل از او چی بوده؟ اون در قبل از این چیزی سرزمینی از نبوده، خراسان قبل از است، این نشته که the Arabs چگونه called نام Afghanistan. نبوده؟
چگونه نام نبوده؟ آقا تو اجازه چون نمیتونی اون آدم بکنم تو یعنی اصلا که شما من نام قسم نداشته میخورم باشه؟ که کتاب الفلسفه من نخوندی. از شما پرسان میکنم به حیث پژوهشگر میگه نام یعنی چی نام نداشته؟ هیچ آقا کشوری بدون چرا نام نمی نمیشنوی؟ باشه. چرا نمیشنوی؟ چون اون جا شهر شما حلف کردن میگه اینجا خراسان بود ولی این با اگر مرا اولای اجازه بدی اون دمو زایل میرسون به اون چینی قسمت. اون اگر زایل مرا چینی اجازه بس بدی دمو قسمت میگه رو میرسون که وقتی که میگه خلاص. بامیان میرون زایل چینی میگه که آقا این اجازه بدی که سبانشان مأمور واضح هست بخونم ولی براتون. شخصشان آقا فایق اجازه سب بدی فایق مأمور سب باشین بخونم که میگه امی خانش تمام شوه. امی یه پاراگراف هست امی رو نه بشنو آقا خودت که نخوندی من برات میخوانم دامت مست میگه که they have no name but افغانستان کلمه پرشن بعد the Persian name of افغانستان که ایرانی ها میگفتن باز چی میگه؟ میگه دکتر لیوی این میگه که ایران بالی ها این پختونخوا هم میگه ولی میگه ما این نشنیدیم میگه که the name most generally applied is of خراسان و باز میگه که ما بد میگه که نام را که معمولا عموما میگن خراسان میگن اما باز چی میگه خود میگه but this application is obviously incorrect for the one hand the whole of the Afghan country is not included in the limits of خراسان. آقا دیگه چی contractually بگویا yes دیگه his چی core بگویا argument is that was a Khorasan that converted to Afghanistan that's exactly his core argument is خواهی but میگه آقا ای خو نمیگه که من اینو نه اون میگه شما نمیفهمین عزیز من ای خو آقا برات میگه که نام این جمعه من برای شما حالا برایتان میگم ببینین من برایتان میگم شما نخوندین کتابا شما اینجا نخوندین خراسان هست شما میگه که نامی که مناسب برای من میمانم من افغانستان میگم چون با هیچ جای اوغان کتابی رو نمانده آقا ایگه حالت شما میگه اوغان با در اونا هیچ جای وقتی کتاب میگن من در گفتم مناطق جنوب یک لحظه آقا گوش میگیره که گپ مرا وقتی که اون میگه میگه که در من هیچ این جای نام کتاب من افغانستان گفته که که من این نام شما میمانم کاملا گفته که که از نام بحث ده که بیرون ایرانی ها به میکشه کار میبرم اون به کار میبرم. خوبی که در اصلا فایق غلط سر داری بعد خالدی سر محمود خالدی خالدی سر فایق شما سر هر یک چیز شما ببینین شما نخوندی فایق من سر اصلا الفلسطینه خواهش بکنه که فایق سر الفلسطینه ترجمه شه پروفسور لرزاد کده بخونن اما فایق من سر خود از ذکر من یکی رفتون رفتون یکی میکنم این آدم پی شنوا میکنم گمراهی میخواد فایق سر خلق بده یکی بشنوه آقا یکی گوش کنه یعنی من یکی پی دی اف گوش شنوا کنین یکی میکنم بشنوین. آقا من کتاب پی دی اف شنگه واس دارم برای روان میکنم من کتاب کتاب دارم من هم نداری فارسیش نخوندی اینه من برات میگم آقا من برات این پی دی اف شنوا اینه پی دی اف ان اکاونت اف کابل ما یه رو شیر کنم من برایتان میسفر دیده معمولی گرامی صادقانه من نمیفهمین چگونه آدمی است که من این کتاب هم انگلیسی شد دارم 700 صفحه هم است داشت آقا نخوندی دیگه وقتی که وقتی الفستون هیچ جای نگفته که من آمدیم میگه نامی را که ایرانی ها برای منطقه میگن افغانستان است معمولی استفاده میکنم ایرانی میگن بله ایرانی ها برای دیگه میگه حتی میگه که خود مردم خود پشتیم میگن اما ایرانی های افغان میگن صدای ما رو میشنوند لطفا کتاب الفنستون یا کتاب کابل کینگدم الفنستون یک بار بخونین صادقانه این خیلی یک پیشنهاد ایره کتاب هم برسان مانده برسان روان میکنم برای آقای مامون روان میکنم شما بخونین بسیار خوب اگر امون جوانهای را که ما میگین یافتین پشت آقای لالزاد نگردین او اگر آدم دروغوی بزرگی شما خودتون خب اجازه بدین که امی مسئله را از بس سوال پای بگیریم نباید از نباید محمود گرامی این آدم را بگو که اهانت کردن برای یک شخصیت اونم وجود نداره جمله را که شما میگین وجود نداره یعنی کتاب در کتاب الفلسطین جمله را که شما میگین وجود نداره خالدی سر کسایی که در این جلسه ما حضور ندارن او را نام نگیرین به خاطر از اینکه یا نام گرفتن به او خاطر یک قاعده مراد شود میایم سر یک گپ اینمی سرزمین آل دواز من تو فکر میکنم که نام دولت ایالت خراسان که آل مطرح شده در چارچوب یک دولت که فایق سر او را توضیح میته بیشتر بدیل سازی در برابر نام افغانستان است در قدم اول همینطور نیست آقای فایق؟
دقیقا خوشبختانه این نام قلابی که روسیه تزار و بریتانیا کبیر آورد بالای ما تحمیل کرد صادقانه و اون الفنستون هم گپ مشهورش هست و حالا مردم دیگه از این یک تبار به نام اوغان آمده و تعمیم شده و مردم در عصر انفجار معلومات ها زندگی میکنن. دیگه این تباری را که جاده یک طرفه بود تحمیل شده بود از بالا به پایان که از تحمیل شده بود این را دیگه مردم علاقمند هم نیستن اکنون و مردم به تبارهای خود رجوع به تبارهای خود کرده. به این دلیل ما معقولترین مدرنترین و پویاترین یعنی مدل را که مطرح ساختیم که تمام تبارها من جمله اوغانا هم در این حکومت یا ایالات متحده خراسان سهم داشتن. ای چی مدلی است؟ مدل دقیقاً مدلی هست که دولت ملت هست. دولت ملت، البته دولت ملت بعد از انقلاب کبیر فرانسه، بعد از دوره رنسانس و بعد از دوره روشنگری، جنگ جهانی نخست و دوم دقیقا سده یعنی قرن 19 آخرای قرن 19 دولت ملت به وجود می آید و تشکیل دهنده دولت هم که از پنج عنصر است: یکی مردم است، یکی سرزمین است، یکی دولت است، یکی ملت است و یکی مشروعیت است. به این دلیل ایالات متحده خراسان این پنج عنصر تشکیل دهنده دولت داره و نمایندگی از تبار از نمایندگی از تمام تبارهای خراسان که است میکنه. پس به این دلیل کدام ایالات است؟ کدام ایالات است؟ نفهمیدم سوالتان چی یعنی بود؟ کدام ایالات منظور شماست؟ بله دقیقا وقتی که ما ایالات میگیم اینجا اونمو استانهایی که فعلا هست، ما 34 استانی که در داخل خراسان داریم. ولایت منظورتون هست؟ هر ولایتی که ما داریم در افغانستان ما استان میگم. خوب ولایت یا استان هر دوش درست است. ما در افغانستان ولایت میگیم. آقا چرا از ملوچیش که استان میگیم؟ شما از استان کجا پیدا کردید؟ 34 استانه که در خراسان کجا؟ استان خالدیس باشیم چی میگه؟ ما همین را که از ایالات که از تغییر دادیم ولی بعد از دو انتخاباتی که در پیش داریم هر 4 سال بعد یعنی نظام سیاسی ما شبیه سوئیس است، نظام کنفدراسیون است، نظام کنفدراسیون است در سوئیس که است. اینا دو یعنی هر 4 سال بعد انتخابات هست در ایالات متحده خراسان هم هر 4 سال بعد ما انتخابات داریم و انتخابات هم که است مثلا شما میخواین پرچم تغییر بتین باید داشته باشین هزار واقع صاحب این چه رقم تغییرات انتخابات است که ما بر اولین بار خبر میشیم تمیم بحث. بله ببینین شما چه دولت گرفتین؟ این دولت مجازی است؟ ببخشید این دولت مجازی است در لندن ساختین؟ ما در افغانستان چه دولتی وجود داره؟ اما دو نفره پاسخ دادن نمیتونم. نه لندن ساختیم. سوال مشابه است بفرمایید. بله البته دولت های کنونی ما چیزی را به نام دولت سایه داریم، دولت در تبعید هست. دولت ایالات متحده خراسان در تبعید است، مانند مثلا یوگسلاویا که در تبعید بود و تقریبا یعنی پایتخت یوگسلاویا من با متانت میتونم بگویم که کانادا بود و همچنان فیلیپین حکومت در تبعید بود قبل از اینکه فیلیپین دولت ملت شود. ما 27 دولت های سایه اکنون در دنیا داریم و بیشترش که هست در اروپای شرقی است. بله حکومت ما حکومت سایه هست یا حکومت در تبعید است. خب شد فهمیدیم. شما یک حکومت خیالی در نظر دارین که در آینده انتخابات کنین و کاری کنین، اما برای ما بفرمایین که شما چطور این ایجاد میکنین؟ اما استراتژیتون چیست؟ چگونه میتونین این ایجاد کنین؟ در شرایط فعلی که ما میبینیم در افغانستان خود طالبا حاکم است، به نظر ما بر روشن فکران همه اقوام در افغانستان، چی پشتون باشه، چی تاجک، چی ازبک، چی هزاره، چی ترکمن، دیو طالب خطر است. دیو طالب مشکل است، جهالت مشکل است، عقب گرایی ارتجاع موضوع است. ما اگر ما به خیال پردازی هایی بریم که ما در آینده چی گونه یک خراسان می سازیم، این خواه یک چیز بسیار دور است. اما شما چی استراتژی هایی دارین؟
آیا مشکل ما اینجا شما مسئله را که ما مثلا میبینیم شما سه قوم نام گرفتین که ازبک ترک هزاره اقوام اصلی خراسان شما را میسازه و دیگه تبارایی که در افغانستان است دوباره نام گرفتین یا فرعی در اونجا میاید. آیا شما دموگرافی افغانستان از تقسیمات نفوسی خبر دارین؟ آیا شما خبر دارین که وقتی که اینجا صفوی ها بودن چرا صفوی ها را تنها پشتون ها تانستن شکست بتن؟ آیا این خبر دارین که در کتاب آقای الفنستون که شما میگین که ما خواندیم، آیا خبر دارین که الفنستون چی نشته میکنه که پشتون ها در کجا زندگی میکنن؟ او البته کلمه فارسی شده افغان ها را استفاده میکنه به عوض پشتون ها، اما میگه که از غور تا به سنده و از دریای از کوهای هندوکش تا به بلوچستان این منطقه این پشتون ها زندگی میکنن. و بازم یک صفحه داره در کتاب آقای الفرسیر اگه بخوانی نفوس ای اقوام نشته میکنه، او نفوسش نشته میکنه که کدام نفوس چقدره. در مجموع میگه اینمی افغانستانه که زمان شاه شجاع کی رفته بود در افغانستان، در اون زمان میگه که 14 میلیون نفوس داشت. در این 14 میلیون نفوس میگه که 5 میلیون 6 میلیون هندی ها و کشمیری ها و جتا و یاست، و در اونجا میگه که در حدود چند میلیون نفر باشه نمیره بکنم بگیم که موضوع مهم است. نفوس تاجیک ها رو میگه 1.2 میلیون نفر است و فارس ها و تاجیک ها رو در مجموع میگه، و میگه نفوس پشتون ها رو که بنام به حساب آقای الفنستون افغان ها نام میگذاره او رو میگه که در حدود 4.5 میلیون امیدی نشته کرده یه نفوس میگه. و او اگر نفوس ما افغانا از منظرگاه ما به هر رو به اون بحث تاریخی چرچل وستن چرچل میگه تاریخ به واسطه دولت گشاها که از نوشته می شود. یه خود کتاب چه مکان می خوانم؟ یا دولت ها بسن نمی خوانم، از اموال فلسطین شما رو می خوانم. درانی ها که داخل خراسان می شوند اونا تاریخ خود که از می نویسند. وقتی که امیر عبدالرحمن خان که از تاریخ خود می نویسند. من که آقای الفلسطین نام می گرم برای باسته نه تاریخ با باسته نه کسی دیگره اوغانا به نام اکثریت سری بحث هم داریم. اکثریت و این برادر بزرگ خیال از خیال بافی هست. آقا من امیان کتاب الفلسطین و این قرائت غالب و این قرائت ساختگی و این قرائت سبک سرانه واقعا دیگه حالا خریدار خب، نظر خب، اجازه بده که شما من میخوام بگم من نه سوال من است شما سوال من است که شما چی گونه وقتی که لطفا با فاصله صحبت با نوبت صحبت شما شما صحبت کردن بگذار من نفوذ برتون میگم قرائت شما یک قرائت تشریف کتاب چی در برد می خوانم؟ الفانستانه؟ نه پشتونانه؟ نه دولت افغانستانه؟ من برایتان میگم که مسئله اکثریت که هر کس مطرح ساخته اون خیال بافی هست. ما یک چیز را خیال بافی اجازه بیدی آقا پس این چطور به قدرت رسیدن در زمان صفوی ها از بند بردن؟ با دیدی چطور نادر شما شما بند بردن؟ به عیس مرتزق به عیس جیرخورها در ادوار تاریخ حتی در کلانترین جیش ها که از ایفای وظیفه کردن در زمان مغول ها در زمان بله اینا را به عیس قمندان های جنگی خریداری کردن برای وحشتشان برای جنگویشان بله برای جنگویشان ببین این صفحه نفوس برای من نه بچه بشنو دیگه کتاب تاریخ هستم نه اجام اجازه بده بشنو آقا این من نمیگم این رو عبدالرحمن خان نگفته این رو الفلسطین گفته نشته کرده افغان ها 4.3 میلیون نفر بلوچ ها 1 میلیون نفر تاتارها 1.2 میلیون نفر پرشین بشنو دیگه بشنو آقا شما اون ما بحث میکنیم نه من کتاب نفوس برتون میگم توهمات ببینن کی نفوس که است ببین
اون دقت در نفوس که هست چالش برانگیز و پرسش آقا برانگیز چرا است. نمیخوای بفهمید؟ آفتن میگه شما خواندین یا نخواندین؟ شما خواندین من یا نخواندین؟ خوانده میگم. من برای تان خواندین چی میگم؟ میگم این حتی میگه به که زبان من فلان در این فارسی منطقه انگلیسی عربی هم میتونم آقا بگویم که میفهمید؟ بله خواندم. آقای الفونستون شما میگه اصرار نکنید. رئیس محقق یک نفر که میگه من این آثار مطالعه کردم شما باور بکنین. اینجا زمان آقا عمر اجازه بدی خدیگه. چرا نمیمانی که من بخونم این نفوذه؟ چرا نمیفهمی جوانای تاجیک به واقعیت داره بفهمند؟ چرا اجازه نمیدی جوانای تاجیک به واقعیت بفهمند؟ پس به این دلیل شما میگن که تاریخا الفنستون که هست اوغانا را به این مقیاس به این مقدار کرد تنوانی تاجیک نشته کده ازبک نشته کده ترکمن آقا میفهمین که در هیئت الفنستون چند نفر بود؟ 1000 نفر بود. یه 2 سال در افغانستان گذشتان، 2 سال در افغانستان گذشت، از چپ تا غرب یا گلوپز کردن متخصص. اجازه بده دیگه، جغرافیا بود، زراعت بود، دموگرافر بود، نفوذ بود. میگه که ما دشتا را کشیدیم، دشتای لامزور بیرون کردیم، مناطق دیگر را به هر کیلومتر مربع حساب کردیم چند نفر زندگی میکنه و نفوذ قوانین کردیم. شما در اینجا واضح میگه که چیزا تاجیکا به شمول فارسا 1,500,000 است. یعنی شما درامی. یک چیز دیگر برتون بگید. خیلی فکر کنید شما درامی. در تاریخ به چه عقیده هستین؟ آقا همین ملت ها که صفوی ها اینجا قدرت 200 ساله داشتن و این چیزا مغول ها اینجا 200 سال برای این مملکت بعد از تیموری ها حکومت کرده، صفوی ها و مغول ها. یا را اگر یک نفوس بومی میخیزه به زعامت میرویس خان هوتکی یا رسه ساقط میکنه امپراتوری هوتکی رو در جنگ کار کردن برای براندازی، برای قتل، برای خشونت ازشان به اسم مرتزق و جیرخور استفاده شده. میرویس خان هوتکی میخیزه امپراتوری هوتکی رو میکنه حتی فارس میگیره. یک لحظه خالدی سه، من یک عرض دارم. هرچی از ما در طول 280 سال حکومت در این حوزه بوده، این حکومت پشتون بوده، درست؟ و اونجا پادشاه ها رد در رد آمدن و تا می لحظه که ما شما صحبت بکنیم امینا سر قدرت هستند، درست؟ واقعیت قضیه اینی است. این حال شما وقتی که بحث خراسان آل مطرح میشه، این بحث به اصطلاح می بحرانی است که از 30 سال به این طرف آمد، خصوصا در 10 سال آخر. اینجا ما میبینیم که شما دولت سایه صحبت میکنین، اما دولت یک حاکمیت واقعی در کابل وجود داره. ما باید از این چیزا را یک به اصطلاح چیز کنیم، مشخص بسازیم که آیا شما در کدام نقطه تاریخ استاد هستین، از نظر خراسانی بودن، از نظر هویت، از نظر جایگاه سیاسی و از نظر جغرافیا. اینی را ما بررسی میکنیم. وی که مثلا چیزی را که شما تشکیلات درست کردیم تشکیلات ایدئال است، او تشکیلاتی است که در جغرافیای واقعی وجود نداره. ایدئال نیست، وجودن فعلا سرش کار داریم، کار ادامه داره، درست؟ اینال سرمی بحث میکنیم که اینمی خب اسم خراسان زیادتر شما برجسته می سوزین، طبعا در برابر اسم افغانستان است که او را رد میکنین. این که اسم ساختگی است در زمان انگلیس آمده، وجود نداره، رسما وجود نداره، ملل متحد وجود نداره، در سفارتخانه وجود نداره، بله مطلقا وجود کنون نداره. خب یک چیز است، وقتی که در ملل متحد میگین امروز، وقتی که از 100 سال آخر بگیریم، از وقتی که ملل متحد تشکیل شده، نام افغانستان از اونجا ثبت است، این چطور وجود نداره؟ در هر اعلامیه که ملل متحد صادر میکنه خب ببینید، نه ما چه میگیم؟ ما میگیم یک مقدار برای بیننده یک چیز دیگه روشن شود که نمی خراسان، ما پیشتر از اول مطرح کردم که چی هست؟ قلمرو جنگ است، قلمرو سیاسی است، قلمرو فرهنگی و عرفانی است، قلمرو هویتی است. خب یک طرف جغرافیای هویتی است، جغرافیای سیاسی است. من شخصا من نمیتونم که توضیح بتونم میره که خراسان از نظر
جایگاه خود به اصطلاح از نظر به اصطلاح در زمین عینیت چی است؟ اینی میره شما توضیح بدین. بله، من بسیار فشرده کردم. پیشترم من براتان گفتم ما خراسان بزرگ داریم، خراسان تاریخی داریم و خراسان جغرافیایی داریم. خراسان را که ما شکل دادیم سیاسی هست. به دلیل این سیاسی هست که ما خراسان فعلا شما افغانستان میگین، این خراسان هست که در قرن 19 نامش تغییر شده، ولی خراسان جغرافیایی را و خراسان تاریخی را که است مبنی بر این خراسان سیاسی که است ما شکل میتیم. بگذار من در این باره کم توضیحات بتم. شما مثلا اتحادیه اروپا در 1952 با 6 عضو که از تشکیل میشود، با 6 از آلمان ها هستن، ایتالیایی ها هستن و بلژیکی ها هستن، هالندی ها هستن و همچنان لوکزبورگ ها هستن. و این در 1952 که از آغاز می شود و هدف اساسیشان که از اقتصاد است و سیاست است. ما چه کردیم؟ دقیقا از مدل اتحادیه اروپا گرفتیم که خراسان ما ساختیم، ولی خراسان با سغدی ها، با بخارایی ها، با سمرقندی ها، با خوارزمی ها و همچنان با اون من و با ترکمنستان اینا ادعا دارن، اینا تاکنون هم هستن با خراسان باور دارن. دقیقا حتی تاجیکا با ما تماس گرفتن، ایرانی ها تماس گرفتن که این مسئله خراسان که شما مطرح ساختین حق ما کجا می شود؟ پس ما گفتیم که ما خراسان اکنون میسازیم. این افغانستان نام اشغالی هست، نامی است که انگلیس ها و روس ها برای امیر عبدالرحمن خان در مقابل پول دادن. ما خراسان که از ساختیم گسترش میدیم. چرا گسترش میدیم؟ یک لحظه از منظرگاه اقتصادی ما را گسترش میدیم و مرزهایی که قرار بود مسیر رفته بود، تا ما رفته، تا مرو رفته، تا نیشاپور رفته، تا هند رفته و تا بنگاله رفته و تا چین رفته، ما از منظرگاه اقتصادی که از پل میزنیم. شما باید داشته باشین اکنون هم که دو بس در روابط بین قدرت مطرح است، یکی بحث امنیت است و یکی بحث اقتصادی است. اما امنیت با همسایه های ما میاریم، مسئله خط دیورنده شناخته شده است، با پاکستان ما حل میکنیم. اون غده سرطانی را که افغان ها به شکل جنگو ایتک به شکل ابزار استفاده کردن ما برایشان مشروعیت میتیم و پاکستان وادار میسازیم از این خشونت بیافرینه، بیا سرمایه گذاری میکنن. دقیقا ما برای چینایی ها هم میگیم که ما نمیخوایم که شما که جدا شویم و مسئله اسلامیست هایی که قرار است اونجا لانه بکنن برایشان امنیت میتیم. مسئله تاجکستان هم در بحث موفق باشین، اما بیاین در حیات واقعی، در زندگی واقعی برای یک جوان تاجیکی که امروز منتظر است که برای شکست آینده افغانستان در خانش که در بامیان است، در خانش که در کاپیسا است، در همین روز شما بالای ما آوردین، همین روز شما بالای اون تاجیک آوردین. نه فایق سر برای جوان یک لحظه در برابر بحث تخصصی امتو راست چیز به طرف اتهام نرین، به خاطر اینکه ما بحث تخصصی میکنیم. نه از نگاه آسیب شناسی مثلا چیزی که شما گفتین درست است، ببینید چیزی که شما گفتین یک طرح هست و تمام مشکل شما برای فعلا نام افغانستان است. یعنی نام افغانستان تغییر کنه، مشکل افغانستان، مردم افغانستان حل میشه؟ صد در صد. ببین دقیقا امروز به نام افغانستان، امروز به نام افغانستان دیگر اول نامی وجود نداره و این هویت جعلی، قلابی، پوشالی و اشغالگر که است امروز که است تمام خشونت آفریده. خب تمام پسرفت شما دیگه و تمام بدبختی ها و پستی ها و درشتی ها را که است برمغان شما برای جوانای تاجیک چی راه حل نشان میتین؟ از نگاه تجارت، مامور گرامی، وقتی که
تجارت شما ورشکسته می شود، شما باید از عنوان این تجارت که از تغییر بتین و اون کسی که در ادارش کار میکنه اون را باید تغییر بده، با یک روکه جدید باید بیان. این نام رفته، این نام کسی مشمعیسته در قرار را نمیده این نام قابل هست به من رحانی ملک بسته نام تباری هست خراسان به هیچ تبار که هست. نه 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 ببینید پایق صد یک لحظه یک لحظه بس آقای مامون بس بس بر سر بس بر سر نام نیست، بس بر سر نان است فعلا. بله یعنی بس بر سر نام نیست. ببینین ببینین فایق سر اول یکی بحث مثلا که به عنوان یک طرح بحث میکنین، به یک طرح که روی کاغذ متکی به آثار قدیمه بحث میشه که در گذشته چنان بود، از این طرح سرویس در خراسان بود یک شکل. ما وقتی که در عینیت زندگی خود مراجعه میکنیم، ما کی هستیم؟ گیریم که شما میگین که امی افغانستان نامش هیچ، یک وقت میشه که نام سر نام افغانستان امی هم تغییر میخوره. شما فکر میکنین که مسئله نان، مسئله ای عزت دست جمعی که از بین رفته، امروز کشور اشغال شدگی است، فکر میکنین که فقط در یک نام حل میشه؟ یا مثلا بگوین که ما دولت ایالات متحده خراسان جور کردیم، این خلاص این مشکل به می شکل شما حل میکنین؟ یا مثلا به شکل گویش یا به اصطلاح الفاظ رادیکالی را علیه یک دیگه استعمال کردن حلال مشکلات همی است؟ اگه این می بود خب وقت حل شده بود حال قضیه. حالا می بینیم که این مسئله نیست، مسئله جامعه افغانستان، جامعه در هم‌آمیخته بسیار عمیق است، بسیار زیاد لاینحل است. و ما وقتی که درباره کشور خود گپ میزنیم ایران میمونیم که از کدام زاویه وارد شویم گپ بزنیم، از بس که درد مشترک زیاد است ایران میمونی که کدامش زود بگویی. این حال ما بحثی که ما در اینجا داشتیم ایست که خراسان از نظر سیاسی همونطور که خود شما میگین یک معمای تاریخی است، یا از منظر تاریخی یک معمای سیاسی است. درست ایره که مثلا شما مثلا در روی در طرح روی کاغذ حل کرده باشین، این کاری است که مثلا ابتکار شماست، اما این عینیت زندگی را تغییر نمیده، عینیت چیز دیگه است. بنابراین ما به ایره گفتیم که این بحث بگیریم که بالاخره آیا خراسان در عقبه افغانستان یا به اصطلاح خب افغانستان وقتی که میگیم یک پوشش سیاسی قدرت است. درست نیست آقای مامونی شما آقای ببینید من به نظر شما که هست من به نظر شما هرچی میگذاره به نظر ما مرج از دید شما بود از دید ما نیست. آقای فایق شما صحبت کردید نه 5 دقیقه من فایق سو چی نیست خراسان گپ بزنم چی نیست چیز کنون نه نام داره فعلا نام افغانستان رفته سمبولاش وجود نداره. شما دولت رو مبنی بر چی میسازین؟ درفش وجود نداره، درفش پایان شده. درست است نمایندگی در سفارت ها وجود نداره، سفارت ها بسته شده، نماینده هاش کلش پناهنده شده، سکتر اول سفیر شاردافیر نداره، سفارت ها حتی به لیلام گذاشته شده. پس به این دلیل که از وقتی که دولتی وجود نداره، وقتی که سمبولی وجود نداره، وقتی که نام در ملل تو برنامه متحد که از نماینده مطلق وجود نداشت، از این خب بفرمایید استاد خالدی اجازه بدین. استاد خالدی بفرمایید. من اول چند کلمه راجع به مسئله آخر میگم که شما میگین سفارت ها، همین یک در می سالگری استقلال افغانستان سفارت افغانستان در کنبرا من دعوت کردن از برزبن، من رفتم اشتراک کردم. سفیر افغانستان در کنبرا از دوستای از همپیمانای آقای عبدالله است، نه از طرف های آقایی، و یک مجلس شاندار استقلال افغانستان تجلیل کردن. همچنان در تمو در لندن، در آلمان، در دیگه مناطق دنیا سفارت افغانستان استقلال افغانستان تجلیل کرد. این که شما میگین که چیز از نام افغانستان بوده، هر اعلامیه که کشورهای مختلف صادر میکنن باز نام افغانستان میگیرن. امریکا می توماس ویس تازه است و صحبتاش در مورد افغانستان است، ملل متحد اعلامیش تازه در مورد افغانستان است، همچنان امی فرمت ماسکو بازم در مورد افغانستان بود، از کلمه افغانستان استفاده کردن. بنابراین هر فکر شما میذارین در تخیل شما،
بیاییم سر خراسان این آقای محترم. تشریفات آقا خانوادگی آقا آقا از اجازه بدید راجع به باشن که تمام راجع به شود. خراسان کم بذارم. سیاسی شما ندارد، فکر کنید هیچ ربط ما رسمی ندارد. شما بشنوید، شما در 1709 وقتی که میرویس خان و هوتکی قیام میکنه و در قندهار قدرت صفوی را برمی اندازه، پیش از او به نام سال... چی قیام میکنه؟ به نام کی قیام آقا میکنه؟ اجازه بدید به من نام کی قیام میخواهم میکنه؟ بدارم، به نام مردم امیر ما میخوام مردم بگم، یعنی به نام کی مردم قیام خود میکنه؟ به نام خراسان است یا به بخیر، نام به او؟ نام هیچ کشور نمیگیره، به نام مردم خود قیام میکنه، به نام مردم نه قندهار قیام این میکنه، هیچ به مردم معنا قوم نداره خود این قیام بحث. میکنه. گوش بگیرید، قوم چی بوده؟ گوش بگیرید دیگه، در ما کجا بس زندگی دیگه بگویم، میکنه؟ فکر کنید نام اون منطقه چی ولی بوده؟ خراسان بوده. آقا اجازه بدی خیلی ما بگویم ما دیگه، حالا برایتان ما که هست گوش من گرفتم شما را، شخصیتتون گوش گرفتم شما را. آقا باید آقای بگویم فایق سر عید بکنم فایق سر مردمان در کدام گوش کنید بگیرید آقای فایق فایق سر شما فایق سر به نام خراسان بوده من همونی کنم فایق سر عید بکنم من نو بر صحبت کنید فایق سر اجازه بده امی امی آ بلگر بی بی بحث های گمراه کننده ها آقا اجازه بدید نه شما باید سر ما گوش بگیرین نمیتر شما بگیرین که وقتی که صفحه حکومت صفی در افغانستان امروزی در تاریخ گذشتهش که صفوی وقتی بودن خراسان جزئی باید گوش بگی آقا یک دفعه این بلگر بگی قنده ها باید سب اجازه بده من تاریخ خوانده محمود عزیز وقتی بس میکنین باید قید بکنید در هوا نمیشه اجازه بده که خالدی سب صحبت کنن یک بلگربگی قندهار داشتیم یک بلگربگی هرات داشتیم که از طرف صفوی ها تعیین شده بودند در تشکیلات اداری صفوی هیچ منطقه برام خراسان وجود نداره در نقشه های جغرافیایی که در وقت صفوی ها چیز کردن کمیشن کردن بودن ما اینو میریم میخوایم براتون بگویم در نقشه صفوی که در عهد صفوی این آلمان ها را چیز کردن منطقه خراسان به اسم منطقه جغرافیایی وجود داره کو کجاست؟ ما براتون میگم امی سبزوار امی خراسان ایران است امی مرو است امی هرات است و بادغیس است دیگه جایا نیست امی در نقشه وادی نشده من این نقشه رو بر آقای چیز روان میکنم مامون روان میکنم این نقشه از زمان عهد صفوی اجازه بدید که من خلاص کنم گپ نه اجازه بدید گپ ندم الان من میگم که اجازه بدید شما سعی کنید شما گوش بگیرید وقتی میرویس قیام میکنه در برزیل چی قیام میکنه بر ضد یک حاکمیت کثیف قیام میکنه در حکومت در حاکمیت صفوی ها این دولت صفوی بسیار چیز فاسد شده بود یا لواط فوق العاده زیاد بود و زنبارگی زیاد بود تریاکخوری زیاد بود دولت از هم پاشیده بود اشرافیت یا تمام این مردم این مردم در اینجا به عذاب بودن گوش بگیرید مردم به عذاب بودن بشنو دیگه خیلی آقا گپ مره آقا تو خودت اصلا سواد چهار کلمه نداری آمدی راجع به تاریخ گپ میزنی اگر تو میگم اگر کتاب فایق سر اگر دو فایق سر اگر دو نفر یک جایی گپ بزنن فهمیده نمیشن شما مدیر هستن برای این بگوین که نظر به کدام فرد ما با تمام تاریخ میگن شما اجازه بدین میگن امیر عبدالرحمن خان این گونه کرد هوتکی ها گوش بگی دیگه و پاچه اینو فایق سر اجازه بده شما گفتین ما براتون میگم هر تاریخ تبعیر گواد میگیری بخوام تمام شیرین نشته کرد یعنی ما در زمان تاریخ تفاویل که باز میکنید خود کار این کتاب شما خود سمیگید او رو خود روش خود دست روش مد نیست هر کتاب سفیل خودت باز کو تاریخ تفاویل ببین که چه قسم این هم شد بس این هم شد بس من مثلا این کتاب ها رو اجازه بدید خیلی بگویم مثلا این کتاب ها رو دارم درست است آقا خود بخون بخون تاریخ صفوی رو بخون که چین میگه راجع به ببین این بس نمیشه آقا بگیرایی میشه و این فایق سر فایق سر شما اجازه بدین شما اجازه بدین شما اجازه بدین که شما اجازه بدین به نوبت صحبت شود صفوی را که باز میکنی بخوان راجع به تاریخ صفوی میگه انحطاط دوره صفوی را برات میگه که چی بود اینال در این شرایط میرویس خان میخیزه این را قیام میکنه و مردمش میخیزه این رژیم را ساقط میکنه
شما فکر میکنین که اینال پشتون ها به قدرت که میرسن دولت هوتکی، آیا فکر میکنین که یا یک رژیم دموکراتیک جفرسونی را یک نابود کردن؟ نه، صفوی ها هرگز خود از دولت خراسان نمیگفتن. این منطقی قندهار بلگروی قندهار میگفتن، هرات بلگروی هرات میگفتن، هیچ وقت هم خراسان نگفتن و قندهار هم هرگز در خراسان شامل نبوده، کابل هرگز در خراسان شامل نبوده. بنابراین اونجا این چیزا حکومت میکردن، مغول ها حکومت میکردن. پیش از صفوی ها هم شما برای من نام بگیرید، در مثل 200 سال که امی صفوی ها حکومت کردن، شما یک نفر برای من نام بگیرید که از غیر از ترک، غیر از پشتون در اینجا خیسته باشه، یک کار بزرگی که انجام داده باشه. ما نام هزاره ها رو داریم که جنگ میکنن، نام هزاره ها رو داریم که در قیام میکنن. پشتون یک لحظه محمود گرامی، من نمیخوام این آدم ذهن مردم مغشوش بسازه. پشتون یک پدیده جدیدی است محمود طرزی در قرن 19 آورده. من از شما پرسش میکنم یک لحظه، من میام سر این بس یک لحظه. من همین بخشمندی کتاب الفرستان رو بخوانی گوشته میکنه که خود مردم خود داره پشتون میگم. یک لحظه همون نخوندیم کتاب الفرستان رو نخوندیم خراسان هم شما الفرستان رو نخوندینی؟ کلمه پشتون در اونیشته در هندستان پشتون رو چی میگن؟ پتان میگن یک لزم در پختون خواهی داره که پختون خواهی داره که پختون خواهی داره ما در اون باره میایم بحث میکنم بخاطر نه بحث نکنید گوشت بگیرم میگن کلمه همین کتاب الفرستان رو که بخواهی داره که مردم خود مردم نام خود پشتون میگن اما افغانای فارسان میگن. استاد اینمی رقم صحبت، اینمی صحبت که شما میکنین بحث نیست، اینمی گپه که شما میکنین بحث نیست. بحث اوست که یکی که صحبت میکنه دوگر نوبت میته، بعد از او گوش گرفته میشه، در غیر از او به این شکل که تو در تو صحبت شوه بحث جای نمیکشه. این حال استاد خالدی شما اما اختصارا اما صحبت خود تمام کنید. منظورم چی بود؟ منظورم این بود که ما بعد از در 1000 سال گذشته ما کدام دولتی به نام دولت خراسان نداشتیم. پیش از اون نداشتیم. نه پیش از اون داشتیم نه بعد از اون داشتیم. بسیار خوب. آقای فائق چی میگن شما؟ ببینین ما این بحث خیلی ساده هست که دولت ملت در قرن 20 آخر قرن 19 که از ما چیزی به نام دولت هیچگاهی نداشتیم. این یک پدیده خیلی مدرن است. اما غیر دولت شما نبوده یا امیر شما نبوده و پاچه شما نبوده این آدم خواهد شما چه بشانیم که بس میخواد چون چون نشیدیم درست است. اگر ما دولت مدرن نداشتیم خب یک چیز خود بوده، یک امیر خود بوده باشه. مگر تیموری ها به نام خراسان حکومت میکردن به نام تیموری ها. مگر پیش از چابخان ازبک بنام خراسان حکومت میکرد؟ مگر این چیز در هرات تیموری های هرات بنام خراسان حکومت میکردن؟ طاهری ها بنام خراسان حکومت کدامش بنام خراسان حکومت میکرد؟ آقا اجازه باشم بحث بکنم؟ بفرم بگوی. ببینین از اواخر سده 19 هم دولت ها یا دولت های مدرن به وجود میاد. قبل از ما دوره کوهن سنگی داریم یا دوره نو سنگی کشاورزی داریم، دوره باستانی داریم، دوره فیودالی داریم و یونان باستان داریم و دولت های مدرن داریم. ما چیزی به نام دولت اون زمان نداشتیم. ولی همین مسئله را پرسش شما را که بخش میگرده به آقای خالدی را دکتر صاحب جاوید، شما میفهمین که یکی از بزرگترین دانشمندهایی بود که این واژه پهنتون و پهنزه و پهنوال اینا رو همون که از برای افغانا که از هدیه تقدیم کرده. دکتر صاحب جاوید در رساله اوستایش میگوید اون خراسان که از به دوره های حکومت عباسیان بس 4 ربع که از تقسیم میکنه، یعنی به مفهوم دولت ملتش به حساب رب یا به حساب کسرم که از بعضی از دانشمندان تقسیم کرده، ولی دکتر صاحب جاوید که است این به شکل رب رب میگه که من جا میارم. مثلا میگه رب بلخ، وقتی که رب بلخ شامل قندز است، سمنگان است، بغلان است، تخارستان است، بدخشان است، این یک رب از خراسان. ولی در امیر رب که از حکم فرمایی بوده ولی دولت نبوده، دولت نبوده
به فرهنگی میگین، بس هر اون چیزی که میگین در اون زمان حاکمیت بوده یا حکمت بوده یا هر اون چیزی که بوده. و رب دومش هم که است رب مروا میگه، شامل ترکستان شرقی است، ترکستان غربی است، سیهون و جیهون است، خیوا است، تاشکن است، سمرقند و بخارا است. اینجا هم به شکل از اشکال اداره ممکن مثلا خودگردانی محلی بوده، هر نظامی که بوده ولی دولت ملت نبوده. و رب سومش هم نیشاپور میگه، نیشاپور که شامل شهرهای توس است، مشهد است، بیهق است، کبکن است، سبزوار است و همین گونه که بخش از به او طرف میره. و رب چهارمش هم که است هرات است، شامل بادغیز است، غور است، شبرغان است، جوزجان است، اندخوی است، فاریاب است و بامیان هست. ببینین به شکلهای از هشکال خراسان هم داخل مرزهای کنونیش و هم مرزهایی که مثلا خود پشاور که است بخشی از خراسان بوده یا مثلا هند است تقریبا. بله، ولی برای من متعجب نیست، به خاطر شما کتاب های دولتی را خواندیم، شما مختل لوغانی را خواندیم، شما آقای فرهنگ را خواندیم، شما از پت خزانه عبدالله حبیبی را خواندیم. اون باید خندک خنده بکنن. ما برای ده کتاب، ما برای تو ده کتاب که از رفرنس میدیم، ما برای تو ده کتاب که از رفرنس میدیم. یک تو رفرنس از تو کرد مونده نمیستم. ببینید خراسان میگه بشنو آقا، بشنو دیگه، ما برای مستند بگویم. ببین و شما که میگی نه آقا کتاب خوندی کنسوشیشنالیسم یا خودگردانی محلی در مناطق خراسان که هست بوده، ولی در بالا میره طرف هرات روش میشه، میگه ما فردا به خراسان میرفیم در کاروان. ای تا به فرام که میگه نمیگه خراسان است. این در سال 1782 از کاروان شطار از کابل آمده فرا هرات رفته مشهد، باز رفته روسیه، باز لندن رفته. این کتاب باز لندن چاپ کرده، خاطرات هر روز خانشته کرده، به هر صفحهش نام افغانستان. شما تا بال این خبر نداشتین، شما تا حال خبر نداشتین که نام افغانستان در هر صفحه این کتاب به نام افغانستان در زمان تیمورشاه در این کتاب چاپ شده. افغانستان قرن 19. من برای تو نشان میتونم آقا، مگر کور هستی نمیبینی که من که تاریخ شهر وجود نداشته؟ من برای شما گارانتی یک چیز استاد، اجازه بتین استاد، ما از دوره ما یک مطالعات میکردم در دوره احمد شاه عبدالی، از اون دوره مکاتیب نمانده، حتی مکاتیب که از دوره تیمورشاه مانده چیز در کلمه افغانستان در مکاتیب دوره تیمورشاه نیست، در سکه هایی که ضرب زدن نیست و در سکه قبلا هم که در زمان حتی در زمان شاه شجاع نیست. بنان ما زیادتر سر نام نمی چسبیم اینجا، ما سر به اصطلاح یک نوع زیر ساخت تاریخی و فرهنگی می چرخیم اینجا، که ما این زیر ساخت تاریخی فرهنگی را لاقل در چارچوب سیاست عالی. بله اینه میری شما میگین یه دوره تاریخ دوره احمد شاه است. این کتاب میر محمد صدیق فرهنگ. بله میر صدیق فرهنگ. ما یک فیلم برتون میتونم آقای آقا امیر یاداشت کو، خواهش میکنم، خواهش میکنم یاداشت کو. های درباری هست این آقا، من اون شکل ندارم، من رفرنس راجعه این قرائت ها را باید در دیوار آقا قرائت چنی بشنو به نفع یک نظر است، یک نظر آقا خواهش میکنم بشنو یک نظر. مسئله هوتکی ها را گفتن، مسئله هوتکی ها احمد خان عبدالی سکه شاهانه که اوغان سکه زدن زبان پارسی که صحبت کردن تا دودمان زایشاه که از زبان اوغانیه را نمی فهمیدن. زایشاه آخرین زبان اوغانیه را نمی فهمید. آقا باز من چیزی که برات میگیم راجع به نام احمد شاه عبدالی، یک لحظه، احمد شاه عبدالی از امی محقق اوغان من پرسان میکنم که احمد خان عبدالی سکه به کدام نام زده؟ به نام اوغان زده و به نام اوغان؟
نه به دری میبینم، من میفهمم آقا دری بشنو یعنی چی؟ دری آقا وجود نداشته. گوش میگی یک آقا، لحظه من خودت بسیار کم یک میفهمی. لحظه گوش میگی ده تیمورشاه کتاب بشنو لوازه که من برگرد بشنو کتاب بتوم یک لحظه این کتاب شما رو آقا بگذار. واش در تیمورشاه زمانی کتاب چی زده؟ که فکر کنید در یک لحظه زمانی که تیمورشاه بعد پسر شما از تیمورشاه این پرسان بکنید تیمورشاه با کدام سکه یکی و همچنان بسیار احمد خان عبدالی دو و همچنان نعمت الله محمد خان با کدام، شاه شجاع با کدام و امیر افضل خان، امی پنج امیره که بعد ده ها امیر است با کدام زبان صحبت میکرده دری و زن با صحبت میکردن. گوش بگیر مراسلات آقا، من یه خود مراسلاتشان چی کار بوده؟ نمیشم دری را که شما. از این دری را که از محمود طرزی در مقابل پارسی آورده، این را باید به عیس یک آدم شما با واقعا این خنده های واقعا خنده‌آور است برای من، به عیس یک نسل امروزی من صادقانه آقای خیلی نمیشنوی آقا، شکر من دیگه چه اگر شما یک دقیقه تحقیق کردیم بشنوی و یک دقیقه چقدر شما بشنوی بینطاقی خودت کردیم. میتونی من چه برای شما کنی؟ میگم که برای شما میگم که محمود طرزی در قرن 19 آقا چیزایی دری که را کنید در مقابل زبان جهلیات پارسی آقای کرده. لرزان را ما نداریم چیزی برای که به من. نام دری نداشتیم در زمان افضل ما خان، در امورم زمان امورم توضیح هوتکیا، میکنم در براتون. زمان احمد خان عبدالی، در آقا زمان ایرانی ها ما آقا نداشتیم، آقا اگه ما اجازه بدید پارسی امورم برای داشتیم. توضیح میکنم، اگر یک دقیقه اجازه بدید. من چرا این کتاب آوردم؟ برای اینکه این یک رفیق کتاب معتبر جفنگ برات است، این بگم. کتاب گوش نیست، این میگی کتاب آقا ببین بشنو کتاب آقا، مثلا یک دقیقه افغانیه تتم آقای البیان چیز فی تاریخ دفعه الافغان کس نگرم. افغانستان در پنج ما اخیر اینا در خودش زمان مقاوات چی ده هستن، میگم؟ در خود شیعه زمان آوازسرایی هستن. بشنو آقا، حتی کاتب آقا ما هزاره را که از خود نمیگه، میگه از زبان وفادار خان این قصه هست، رفرنس وزیر داره، اعظم قصه هست. قاجار شهر قاجار نوشته میکنه، میگه وقتی ما که ایرانی ها حمله میکنن، فارس حمله میکنن، شاه محمود برادر چیز شاه زمان در هرات میخوان به قدرت برسانن، بین صدر اعظم شاه قاجار و صدر اعظم شاهزمان مکاتبات رده بدل شده. این کتاب به این کتاب است، این کتاب است، این برین بخوانین آقا. بشنو خیلی دیگه به یاد خدا، بله بشنو به یاد امی خدا کتاب یک بار نشان بده، امی کتاب کتاب چی نشان در بده افغانستان در فایق سر قرن اخیر. من یک مکاتبات سوال دارم، مکاتبات اجازه من سیاسی، بگوش. این مکاتبات مکاتبات سیاسی است. وجود داره، به این اینجا یک مکاتبات چی نکته گفته؟ دارم، یک نکته دارم. نه نگفتم که من افغانستان در پنج قرن اخیر درست در پنج بله قرن اخیر. یک لحظه یک بله. لحظه نه بانکی این مگر خواهد عنوان تمام کتاب کنم با در یک چکمی لحظه بگو یک لحظه آدم ساکت باشین، یک لحظه تو بشنا گپه ما لطفا دیگه ساکت، آدم خراسان. یک لحظه نه ساکت من باشین، چک یک نظر لحظه نمیمونه تو گپه من رو بشنا که من گپ خواهد تمام خودت کنم. مامون گرامی، به نام کتاب کتاب عنوانش فرزادم هست، من این کتاب هست قاجار نشته دارم، میکنه برای فرزادم افغانستان در پنج قرن اخیر. بله ولی شما میبینین از عنوان این کتاب که هست یا وسرایی است، چگونه پنج قرن اخیر و تو افغانستان نمیمونی که من قرن اجازه کم میری جبه رو توضیح کنم. آقا شما به اقدر این آدم جفنگ است این متعصبی کتاب. هستی؟ ما سر این کتاب نقد نوشته کردیم سال 2008 آقا در فکر این حکومت کتاب شدن شما کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر. ولی در زمان امیر عبدالرحمن خان حتی او میگه من امیر خراسان هستم. یک لحظه فایق سر، امیر پرسان به تو سوال، فایق سر، امیر سوال فایق سر، ببین گوش کنین. همین وقتی که شما صحبت میکردین من میدم این چرت بودم که گفتمان سیاسی افغانستان به این شکل است. بله یعنی میبینید چقدر پیچیده از مسائل ما، چقدر اما مشکلات ما آقای زیاد است مامون شما که خبر بحث دارید ما که به این شکل پیش میره. ما میگم که بحث به این شکل پیش نبریم. خب بحث یک چیزی که یک آقا نمیخواد بفهمه وقتی که سند برش تولید پیش میکنم که نامه های ما برای شده خب نمیشنوه. یک چیز است آدم احمد استاد مامون گرامی از امی پرسان کو که در قرن آلور کاری که ارگبه من اول بشنا با سوال کنم شای یا من که از امیر خراسان هستم چگونه این آدم نوشته کرده افغانستان پنج قرن اخیر شکلیات امی میگه سوال از امی پرسان تو آقا بشنو که چی میگه وزیر اعظم شاهزمان و وزیر اعظم قشای قاجار مکتوب تبادله می نمیشنود به برزی که نمیخوایی بفهمی واقعیت داره سلام من میفهمم من شما در هر دو تاریخ هستم من شا این ببین تاریخ جل شده پت خزانه شما باور داره به پت خزانه برین ببین کتاب آقای چی ده کتاب آقای عبدالله حبیبی چی تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس بخوانیم عبدالله حبیبی باور دارین به پت خزانه خزانه نه صحبت او طرف نبرین دمی خود نقطه همون وجه تصمیه افغانستان و خراسان ما دمی نقطه بانیم اگر بحث ما تیت کنیم خراب میشه
چیزی که استاد خالدی میگه، مکاتبی که بین وزارت خارجه قاجاریا و دولت شاهزمان مطلب کلش در آرشیف وزارت خارجه دانلود هم شده و او چیز نشر هم شده، چون این چیزای درست است. یعنی ما چی میگیم؟ ما میگیم که در زمینه، یعنی پیش در پیچه که شما خراسان میگین، در این زمینه پیش در پیچ یک چتر قدرت است. در این چتر قدرت به اصطلاح امی خود گفتمان قدرت شکل گرفته. این حال تا میاییم تا زمانی که نام افغانستان در مکاتیب رسمی برجسته میشه و باز بعد از او بعد از دوره عبدالرحمن خان شکل دیگه به خود میگیره، که بحران از مقالات محمود طرزی شروع میشه که تا حال این حال ما بحث ما سر از این بود که خراسان آیا در از نظر سیاسی و از نظر نام کشور آیا ممکن است که باعث جایگزین افغانستان شود؟ ای چیگونه شود؟ ای را کی میپذیره؟ چرا شود؟ و کدام مشکل حل میکنه؟ ای هر قدر که دنیمی بپیچین مشکل زیادتر کده میره، مشکل زیادتر کده میره. این حال به عنوان یک رای حل ما چیز نداریم. امیال که شما تقریبا یک و نیم ساعت صحبت کردیم، رای حل نیست. اینی از گفتمان اصلی به صلاح و بحران افغانستان. آقای محمود اجازه میتین من میکرولونجی نام افغانستان 1, 2, 3, 4, 5 کلمه است برای آقا توضیح کنم که یا آخر چی روشن شد. برای خودت توضیح کنم. نه من برای شما توضیح میکنم که من چوب تا باوجی آمد است. قبل از او که هست شما در تاریخ فکرین در سال 1782 در امی کتاب چیز انگلیسی این نشته شده افغانستان، سر تا سر افغانستان نشته شده. بعد از او در سال 1789 حاجی ابراهیم وزیر اعظم دولت قاجار در مکتوب رسمی از کشور افغانستان نامی بره که در کتاب اینمی پنج قرن خیلی بله. هست. بعد از او وجود داشته افغانستان وجود نداشته، ایره بفهمین دوستم. خب بعدم سوم شبت میگم در سال 1789 وفادار خان وزیر اعظم دولت شاهزمان در جواب از او بازم نشته میکنه نام افغانستان هست. بعد از او آقای غالب اخو میشناسین شاعر معروف، یک کتله سیاسی است یا باید یک شعار منطقه دولت میگه ما با دولت افغانستان جنگ نداریم. نه دولت بنام افغانستان ما فقط میگه شاه محمود میگه ما شاه محمود فقط میخواهیم در بس تاریخی ما از قرن 19 و دولت در زمان امیر عبدالرحمن خان مرکز بین خود ایجاد کرد دولت با وجود نداشت تا قرن 19 در دنیای پیشرفته. دولت دیگه خود امی مرزا غالب شاعر معروف اردو زبان در کتاب چیزای فارسی خود راجع به افغانستان گپ میزنه. و بعد از او در سال 1880 در دولت در معاهده دولت قاجار با انگلیسا نام افغانستان فکر شده از 1880 است. و بعد از او که هنوز در وقت به قدرت نرسیده بود در سال 1809 الفونستون میآید. در 1809 الفونستون میآید در کتاب نام افغانستان سر داخل دو است. در سال 1837 وقتی که ایرانی ها شکست میخورن در اطراف هرات، وقتی شاه قاجاری پس میره یک منشور اعلان میکنه بازم از نام افغانستان دو ذکر میکنه. و در سال 1838 وایسرای هند نام افغانستان رسمی اعلان میکنه، در اعلامیه خود نامش میگیره. یعنی این تاریخ ها رو من برسن دادم که شما برین ایره چک کنین که شما فقط به گفتار شده که الفنستون آمده و نفر اول بود نام افغانستان رو نخیر. 36 سال پیش از الفنستون ای آقا رفته بود کابل، هرات، قندهار، نام افغانستان در کتابش وجود داره. و دیگه ای که ما آقا مشکل ما چیست در اینجا؟ مشکل ما امروز مشکل ما را شما چرا قومی میسازید؟ مشکل ما خب مشکل قومی نیست، مشکل ما ارتجاع، مشکل ما دیو افراطیت است. از زمان چیز که از کنم از امان الله خان که شروع شده تا به امروز
این مشکل افراطیت بوده که جلو پیشرفت ما را گرفته. این میان اگر ما جوانان تاجک شما، جوانان پشتون باید ما راه را نشان بدیم که چگونه میتونن یا از افراطیت سر نگون کنن. شما خود نمیتونید که شما جوانان تاجک به جنگ قوم پشتون ببرین، اوغان گفته او را توهین کنین و بعد بخواین که یک دولت خراسان ایجاد کنین. این همین شروعش غلط است. شما فکر شما فکر آقا شما فکر یک مثال ساده بتون میتون امیل رو هر اون چیزی که نوشته شده به نام اوغان نوشته شده، به نام پشتون نوشته شده، دولت نیست. این بخشی است که آقا ما باید چیز هم شما کشور که نمیشناسیم. دکتر لرزاد بحث داره در مورد واژه اوغان، تبارشناسی اوغان. دکتر صاحب یسنا بحث داره درباره تبارشناسی اوغان و همچنان که از اون زائر چینی که هست درباره گوش بگید. اگه می آقای یسنا بیاد و همچنان در شهنامه بحث اوغان با بحث توهین کردن به قوم واژه اوغان شما و همچنان ابو ریحان بیرونی که هست اوغان که از اونجا گفته، جمعه خان صوفی کتاب داره به نام فریب ناتمام. فریب ناتمام اون باید از هر کس را بخونه. جمعه خان میگه این کشور خراسان بود و اوغانها که اصلا این نام تغییر دادن و میگه که اوغانها یا ایلیت اوغان، اون اشراف اوغان که هست، میگه ذهنیت ساخته و افسانه گویی کرده مثل این دوست ساختن دیگه. حالا این بحث ما نیست. این جمعه خان، جمعه خان همراه جمعه خان و پت خزانه را میگه عبدالله حبیبی که هست جل کرده. اگر پت خزانه جل نمیشد امروز ما شاهد این طالبا نمی بودیم. اگر پت خزانه که جل نمیشد شاهد این بحث این دوست ما اینا نمی بودیم. یا میگه که افغانستان در قرن 17 وجود داشت. ببینید این افغانستان در بابرنامه، در بابرنامه واژه اوغان آمده، افغانستان اومده، افغانستان در بابرنامه اومده. اوغان یک لحظه، افغانستان اگر اومده باشه که نمیگه در بابرنامه نشان میدن که مردمی که در جنوب کابلستان همش افغانستان هست. افغانستان در شاهنامه فردوسی ابو ریحان بیرونی تاریخ ایران، تاریخ یک لحظه، تاریخ احمدشاهی را شما خواندن؟ نه. تاریخ احمدشاهی را شما خواندن؟ نه نخوندیم. مالا برایت بگویم نخونده. در تاریخ احمدشاهی، در تاریخ احمدشاهی اوغان 66 مرتبه که اوغان اگر شده. دو افغانستان یک لده، یک صفر کلان، یک صفر کلان و خراسان هم میفهمی افغان شده اوغان. این طور اوغان الف و اوغان الف اوغان الف اوغان الف نون. چرا دروغ میگی؟ شما مراجعه بکنید، چرا دروغ میگی؟ نه این اوغان معرب است، افغان معرب است، افغان معرب است. یک لحظه، یک عربیش معربیش نشته کرده دیگه. یک لحظه من برایتان بگم، شما تاریخ، تاریخ یعنی 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 اون امیرتان را نخوندین. تاریخ احمدشاهی را باید از شما اولین کتابی است که بخونین. من چرا بخونم کتاب شما بخونم؟ گوش بیا به این بحث کجا میرسیم امروز. اونجا که از گفت شاه خراسان و از خراسان که از بیش از 70 مرتبه که اسناد یاد کرده و از 66 مرتبه که از اوغان گفته، اوغانستان مطلقا نگفته. این که از اون تاریخ احمدشاهی است و خوبترین تاریخ و ایران که از بابای شما نوشته شما کرده. شما کتاب بابرنامه را خواندین؟ بابرنامه را خواندم. به شما از بابرنامه چی میگه راجع به مردم جنوب کابل؟ اوغان، افغانستان، گفته که اوغان از پسای کوهای سلیمان آمده و در بابرنامه هم گفته پسای کوهای سلیمان ما بین اند قدیم و اند قدیم و ایران قدیم هست. اند قدیم و ایران مردم کابل اگه پرسان کنین که در جنوب چرا نمیمونه که آدم گپ بزنم؟ میگه که مردم کابل که پرسان کنین که در جنوب چی زندگی میکنن، میگم افغانستان هست اینجا. اوغانا افغانستان دقیق قدم میره میگه افغانستان افغانستان. آقا برو بخور برنامه را، ولی اوغانا زندگی میکنه. میشه کنه که افغانستان است؟ آقا در سایت افغانستان نمیگوین، میگه اینجا کی زندگی میکنه؟ میگه اوغانا زندگی میکنه. بابرنامه را مخوانده ببین، بابرنامه میگه اوغانا از کجا میآیند؟ از کوههای سلیمان. یک من شما سلیمانیه دارین؟ سلیمان خان دارین؟ آقا مردم افغانستان در جنوب از بنام سلیمانیه و سلیمانیه زندگی میکنن. یک لحظه، از غور تا سنده و از چترال تا به این بحث مجاور احمد ضیا هست و روستا ترکی. مجاور احمد ضیا میگه
بله اوغانا میگه فقط مسکن گزینشان یعنی مسکنشان که از کوهای سلیمان تری شما نبوده، رو سر ترکی کوهستان حکومت بوده، میکنم یاد آقا کوهستان هم بوده سر بار و شما کی مناطق حکومت میکنه در افغانستان مناطق ببین سر بالا مناطق شما کی حکومت میکنه ولی شما چرا نورام هستیم که 600 سال پشتی را سر حکومت کرده برای زی که اکثریت هستن دیگر حالا این آدم بحث جدی میکنه من خود جدی میگم به حیث روشن که فکر حاکمیت شما هیچگاهی که هست ایدای روشن فکری نکنین نه شما آقا آدم خبارگیرا و نخیر طالبگیرا من براتون بازی حالا میگم بیاین ما بحث میکنیم دولت های افغانستان حالا ما بیاین بحث میکنیم از زمان یوسکی تا حالا حالا خود 2 ساعت شد بحثش که از بحث روستا ترکی از بغلبه آقا روستا بگه که ترکی از ما کی؟ غلبه کرده ما روستا اکثریت ترکی کی آقا؟ شما بغلبه کرده تفرین شما از امی 2001 که دولت گرفت امی اتحاد شمال گرفت امی دولت با امی کرزی با یک بکس خود آمد اشرف غنی با یک بس آمد و ای... یا چطور دانستم که قدرت این سیاسی را حفظ کنم این شالوده به خاطر که در پای صندوق رای که این مردم رژیم درانی ها هست میره که از 1947 آمده غیر از قتل غیر از خشونت غیر هر از چی آدم کردن هر چی غیر کردن از سلاخی غیر از تبعید و آقا. غیر از در این دوران در این دوران این مگر شما باز تولید اون ذهنیت مریض است در این دوران اون باز تولید اون ولنگوری در این دوران و سهلنگوری است اسلامی ها به طور خیلی می کشتن احمد خان عبدالی که هست سفاری ها به طور خیلی می کشتن دلاور خان هست کردار خان هست نادر افشار پسر خان هست و همین گونه که نه شما وقتی که شما صحبت میکنین یک دیگر رو میشنوین یا نه من تو فکر کردم که شما صحبت میکنین یک دیگر نمیشنوین من فکر میکنم به عنوان حال صحبت ما طولانی شد ما درست توضیح میتا این بحثشون اون بحث اکثریت است برادر بزرگ است من بحث اکثریت وجود داری خانم شما خیلی کار کردن نمیتونید از الفنستون بر مردم میگه میکنه ما در کار میکنه از نگاه زبانی شما 10% است از نگاه تباری هم 10% است این ما برایتان با اطمینان گفتم ها 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 نام خدا 300 سال حکومت داری با 10% من برایتان کیاس میتم برای اون وقت بده شما مکنده ها رو برید غیر از گشتی غیر از گشتی دیگه اونجا کس واقعا کچ کردن یا رفتین جلال آباد یا رفتین پشاور یا رفتین من فکر میکنم که صحبت ما بسیار طولانی شد ما با کدام نتیجه هم من میره به خاطر تو قصدن آزاد ماندم که ما نشان بدیم برای مردم که مشکلات ما در گفتمان سیاسی چقدر پیچیده است به او خاطر ما به نتیجه نرسیدیم امیدوار هستم در مباحث آینده یک کمک از این حالت بسیار داغی تو به اصطلاح حالت سکون باشه فعلا از بیننده هم من خداحافظی میکنم تا همین لحظه ما این بحثا را کردیم بعدا آدم ماجی بودیم که اصلا نمیخواد تاریخ بشنوه نمیخواد رفرنس بهش بخونه نمیخواد که گفتگو بشنوه با چی در ذهن خود ایجاد کرده ما معذرت میخوایم بسیار خواهش میکنم بنان چیزا ما همین بحث را میجه خاتمه میتیم امیدوار هستم که یک مقدار بعد از این بحث گشایش های در ذهن ما پیدا شود و یک نوع این بحث به نظر ما یک نوع بحث آسیب شناسانه هم بود در گفتمان جاری افغانستان با تشکر از بیننده و از شما استاد خالدی و فائق صاحب تشکر میکنم و امان خدا.